هدف عالی باشه که امروزم به قوت روح قدوسش مثل هر حدود تغذیه روحانی ما نان مخفی کلام خدا دریافت کنیم با ایمان و باشه که این کلام مخفی، این تغذیه روحانی حقیقتا تراوش شده از فکر خدا باشه، از اهداف خدا باشه برای تک تک شما، برای کلیسای مقدسش. چیزی که امروز هم دوباره از اهمیت خاصی برخورداره و تا ابد از اهمیت خاصی برخورداره و باید مرکز و تمرکز همه جانبه من و تو باشه اینه که مسیح هم مردگان برخواست. میلیون ها نفر مردن، میلیون ها نفر مردن، زنده هم شدن، اما بعد از مدت ها مردن. مثلا در کلام خدا مثل ایلازن، مثل پسر زن نائمی، مثل تابیتا که معنی اسمش غزال بود، اینا مردن، زنده شدن ولی بعد از مدت ها دوباره مردن. ولی عیسی خداوند زنده است. قلب او ایستاده بود، قلبی که میلیون ها بار هر دقیقه میزد، میلیون ها سلول های عصبی و زنده بود، ولی همه اینا از بین رفت، ولی او قیام کرد. عزیزم، ما صاحب مذهبی مرده نیستیم، اینو هیچ وقت یادتون نره. و اگه امروز عیسی زنده رو در زندگی خوده، در خدمت خوده، در هر نفس کشیدن خوده، این حقیقت قابل لمس رو کنار بذاری، یا پیش چشمای تو، در ایمان تو ضعیف بشه، فقط میتونم بگم ما پر از ترسای مختلف خواهیم بود، پر از بی ایمانی خواهیم بود، دائما در حال اشک ریختن خواهیم بود، چون از این چاله در میایم میفتیم تو اون چاله، از این وادی در میایم میفتیم تو این وادی. برای همین تا آخر عمرمون نیاز داریم که به این حقیقت نیرومند عزیزان بچسبیم و هیچ وقت یادمون نره، نه فقط یک شنبه قیام، نه فقط دو سه هفته 40 روزی که در دوره قیام مسیح به سر میبریم. باید بگم تو کلام خدا عزیزان چیزهایی نوشته شده که هر از گاهی روح القدس با اون سخاوت شاهانش یه روخی می نمایه، یه جوری برملا می کنه که انگار قبلا اصلا بهش نرسیده بودی. هر کلامی که خدا میگه تو هر نقطه و حمزه اون عزیزان، خدا میخواد که ما تعمق کنیم، نگاه کنیم، فکر کنیم، چون میخواد که ذهن ما رو متوجه یه حقایقی بکنه که زندگی های ما رو متبدل کنه. داستانی هست در باب‌های 16 و 17 اعداد که در مورد عصای هارونه. یادتونه یه بارم این موضوع عصای هارونو کردن، چه عصای در دست توست. اینجا میبینیم 250 نفر از مردان با نفوذ به قول کلام، از سروران جماعت، کسایی که برگزیدگان شورا بودن، سردسته تمام رهبرا بودن، مردان معروف بودن، سردسته اونا کی بود؟ گرد بود. شروع کرد به شکایت کردن به موسی و هارون تو باب 16 آیه 2-3. شروع کردن به شکایت کردن از آیه 3 و به مقابل موسی و هارون جمع شده به ایشان گفتن شما از حد خود تجاوز میکنید، زیرا تمامی جماعت هر یک از ایشان مقدس هست و خداوند در میان ایشان است، پس چرا خودتون رو بر جماعت خدا برمی‌افرازید؟ چون موسی این رو شنید به رو افتاد. یعنی این بار داشتم گفته شما فکر میکنید هارون و موسی کی هستین؟ به چه حقی این حق رو به خودتون دادین که رهبر قوم باشین؟ به چه حقی دارین به افراد میگین چه بکنن چه نکنن؟ چرا دارین خط و مش میدین؟ همه قوم برگزیده خدا، و چه اساسی به خودتون حق میدین که رهبر و پیشرو ما باشین؟ و خدا با یه آزمایشی که خیلی گران برای اونا تموم شد، اونا رو به چالش واداشت. راستی میخوام این سوال بکنم، مشخصه یک رهبر چیست؟ شاید خیلی از افراد ظرفیت رهبری داشته باشن، ولی حقیقتاً عزیزان رهبر نباشن، خطاب نداشته باشن. رهبری چه مشخصه‌ای داره؟ رهبری مشخصه خیلی قابل رویتی داره، یعنی باید دیده بشه، چون رهبری در مورد پاگون نیست، در مورد تیتل و موقعیت ما نیست، بلکه رهبری
نتیجه یک رهبری که از خداست باید چی باشه؟ ثمردهی داشته باشه. یعنی ثمردهی رهبر رهبری رو مهرمون میکنه. من مثالای خودمونی بزنم. به من هرگز نگو که آرایشگر خوبی هستی. دیدی؟ به همه میگیم اگه آرایشگری پس نباید موهام خراب کنی. اگه واقعا آرایشگری باید موهام خیلی عالی بشه، درسته؟ پس به من هرگز نگو تو آرایشگر خوبی هستی اگه موهام خراب میکنی. به من هرگز نگو تو مکانیکی خوبی هستی اگه چند بار ماشینمو میارم پیشه هنوز ماشینم مشکل داره. هرگز تو به خودت نگو معلم خوبی هستی اگه افراد چیزی رو دریافت نمی‌کنن، یا اگه دریافت می‌کنن خیلی مقطعیه، باعث تحول درونی و دگرگون شدن زندگی اونا نمیشه. متوجه هستی؟ هرگز تو مکانیک خوبی نیستی اگه وسایل من خراب میشه. مهم نیست چقدر تبلیغ میکنی یا چقدر تابلوت بزرگه، چقدر مغازه تو قشنگه. به من نگو پزشک خوبی هستی اگه هر دفعه که میام یه مسکن میدی ریشه درد منو متوجه نمیشی. میتونه عنوان به ما داده بشه عزیزان، ولی فوری چی میشه؟ اون مریضی که میاد پیشه دیگه هرگز نمیره، نیست؟ خداحافظی میکنه. موسی به دستور خدا چیکار کرد؟ تمام عصاهای عصبات اسرائیل رو که یه چوب خشک بود کنار صندوق عهد گذاشت. فقط گفت کسی میتونه کهانت قوم رو داشته باشه، رهبر قوم باشه، اجازه داشته باشه برای قوم شفاعت کنه که عصای خشک شده اون چی بشه؟ شکوفه بیاره. به زبانی افرادی باید از کسی پیروی کنن که اون شخص حیات به اونا منتقل میکنه، این حیات رو به فراوانی میده، یه حیات وافر میده، ما رو از مرگ به حیات میاره. این چیزی که در عیسی مسیح دیده شد، درسته؟ اون کسی بود که خودش مرد ولی به حیات برگشت. عزیزان همه ما میدونیم امروز که کدوم پیامبر زنده است، کدوم رهبر لایق اینه که جاهای او بذاریم. همه مردن، همه در قبر گذاشته شده، فقط مقبره ازشون مونده. فقط عیسی بود که شکوفه آورد، بلند شد از مردگان، حیات آورد، ثمر آورد. و عیسی مسیح زنده چون برخیزید از مردگان میتونه این حیات رو، چون به فراوانی در خودشه، به من و تو منتقل کنه. امید. باور میکنی؟ همین شهادت توی شما فراوانی حیات عیسی رو نشون داد. زندگی های ما رو میتونه متبدل کنه. عیسی مسیح برای گناه های ما مرد، روز سوم هم مردگان قیام کرد. عزیزان او رهبر ماست، نام عظیم او رو تا ابد در هر شرایطی باید بستاییم، نه فقط بستاییم، او لایقه تمام و کمال سرسپردگی های زندگی ماست، وقت ماست. او لایق سرسپردگی کامل کلیسای خودشه، قوم خودشه، چون عیسی مسیح برای ما مرد و روز سوم قیام کرد. او رهبر ماست و نام عظیم او باید در زندگی ما ستوده بشه. این قسمتی بود که دیدم چقدر زیبای عصا داره به رستاخیز عیسی مسیح اشاره میکنه، ولی امروز میخوایم از چندین زاویه به این عصای موسی نگاه کنیم که نه فقط اشاره میکنه به خود عیسی مسیح و قیامش از مردگان، بلکه امروز میتونه به زندگی خدمتی ما عزیزان، زندگی خانوادگی ما، چقدر دقت و تمرکز و تعمق به این کلام میتونه باعث شکوفایی زندگی های ما بشه تو هر قسمتی. مشکل قره چی بود عزیزان؟ به جایگاه و نقشی که خدا به او داده بود قانه نبود، درسته؟ بلکه چشم طمع داشت به چی؟ به امتیاز و مسئولیت خاص کهانت. چی بود تو بطن این؟ حسادت، رقابت، طمع که ریشه همه بدی هاست. نتیجه چی شد؟ همهمه، پچ پچ. موسی چه تشخیص داد؟ چه چیزی گفت؟ تو باب 16 بعدا میتونیم بریم بخونی، 16 و 17 رو لطفا بریم بخونی، پر از پیامه. گفت شما برگزیدگان شکرا بودین، آیا نزد شما کم نبود؟
که خدای اسرائیل شما رو ممتاز کرده، تو خیمه او دارین خدمت میکنین. بارها اینو من گفتم به خودم، آیا نزد تو کمه نسرین که نجات یافتی؟ آیا نزد تو باید هلاک میشدی؟ تو باید راهی جهنم میشدی؟ فقط یاد این نجاتت بیا. اگه هر روزم مبتلا بشی و هیچ دعایی تو جواب داده نشه، تو بیشتر از لیاقتت خوشبختی. من جز خانواده مقدس هستم نیست؟ شما الان این فضا رو خدا آماده کرده. تو گروه خواهران میشنویم در این آزادی چقدر اینا باید به ما مناعت تب بده، پوری بده. و تشخیص موسی چی بود؟ گفتش که ببین شماها جمع شدین، فقط میخوام بهتون بگم هارون و موسی کی هستن. شما به ضد خدا دارین هم همه میکنین. سه تا درس خیلی مهمه عزیزان، سه تا درس خیلی مهمه. اگه کسی به ضد کسی، رهبری یا کسی رو خدا بلند کرده، یا اشتباه یا درست، تو به ضد اون پشت سرش میری حرف میزنی، به ضد اون عناد داری، تو داری به ضد خدا، چون خدا رو گذاشته. درسته؟ این درس رو باید یاد بگیری. و دومی، برای خودمون خادمی که انتخاب شده، اگه خادمی که موقعیتی نفوذی به او داده شده، در فروتنی، در خدا ترسی این خدمتش رو انجام بده، اگه خطاب داشته باشه خدای خدا ترسی و فروتنی رو هم بهش میده، چنان که مورد حمله قرار بگیره، چنان که مورد عناد قرار بگیره، کسی که خدمت میکنی پاتو عقایق گذاشتی بیرون، تعجب نکن. زیاد شخصی بر نداره. وای به من اینو گفتن. همه کسایی که میخوان در مسیح زندگی کنن، در دینداری چی کار میکنن؟ زحمت خواهن کشید. البته خیلی از خادمی ممکن در اثر خودسری، غرور، حماقت مشکلاتی رو متحمل بشن. اگه در اثر حماقت و خودسری نیست، اصلا طبیعیه. یعنی میخوام خادمین الان، خادمین آینده لب بر نچینی، ناراحت به من اینو گفتن، دکور کردم، این اومد اونو به من گفت، این اومد به خیلی طبیعیه. و سومین درس اینه که خدا خودش خطابی که به تو داده برای تو میسته. آروم باش، هرس نخور. تمامی ستا پیام عالی در باب 16 و 17 اعداده که چقدر درس ها میتونیم بگیریم. و بالاخره خدا رهبران و کسایی که به ضد این رهبران چیز کرده بودن، شورش کرده بودن، خودش مجازات کرد. و خدا چیکار که عصای هارون رو وارد صحنه کرد و اعلام کرد یک بار برای همیشه میخوام نشون بدم اون چیزی که خدا تعیین میکنه چه ثمری داره، چه چیزی باید دیده بشه. و بعد از این همه قوم باید ساکت باشن، نه اون زمان بلکه تا ابدالآباد. عزیزان، روح تسلیم میخواد نیست؟ روحی میخواد که ایمان داشته باشی اگه خدا این کار کرده خودتو بسپنی، اگرم خدا نکرده خودش مداخله میکنه. چیکار کرد؟ 12 تا عصا رو انتخاب کرد. هر عصا عزیزان به نشانه یکی از قبایل، نام هر قبیله رو عصا نوشته شده بود. باید بهتون بگم عصای چوب دستی معمولی نبود، بیانگر اقتدار اون شخص بود، بیانگر مقام اون شخص بود، بیانگر نفوذ و رهبری هر قبیله بود. و موسی چیکار کرد؟ تمام عصاها رو برد کنار صندوقچه عهد گذاشت. لطفا بازم اشاره میکنم بریم بخونیم. و همه رفتن خوابیدن، صبح پا شدن، فقط عصای یک نفر بود که شکوفه آورده بود. نشانه این که هارون برگزیده خدا بود چی بود؟ از عصای خشکیده او حیات دیده شد. چهار قسمت رو میگه: جوانه داد، شکوفه داد، گل داد، بادوم آورد. نتیجه اخلاقی چیه؟ کاربرد عملی چیه برای امروز ما؟ عزیزان، چقدر ما رو آزاد میکنه، چقدر ما رو رها میکنه، چقدر دستای ما رو از حمل سبدهای سنگین دفاعیات آزاد میکنه. خدا تنها و تنها به برنامه ها و اهداف خودش تعهد داره.
هیچ الزامی نداره که به برنامه‌های ما هر چقدر اصیل باشه، تاثیرگذار باشه، بخواد اهمیت بده. قره و دوستاش ممکن بودن برای رهبری خیلی عالی باشن، دوست داشته باشن، اصلا داوطلب شده باشن. خیلی از ما خدمات رو داوطلب میشیم، نیست؟ به نظر انسانی شایستگی داریم، خیلی هم موسا بیشتر شایستگی داریم. موسا چی بود؟ الکن، نیست؟ قره شد خیلی خیلی قوی تر، خیلی ظاهرش خوبتر، اما عزیزم تأثیر رو فکر خدا نداره. خدا تعهدی به علایق و تمایلات ما نداره. فقط خدا دنبال یه چیزه، اطاعت، اعتماد و تسلیم کامل. خدا هیچ تعهدی به عصای دیگران نداشت. چرا؟ چون اونا رو بر نگذیده بود. یوحنا 3:27 میگه هیچ کس چیزی نمیتونه به دست بیاره مگر اینکه از آسمان به او داده شده. اگه از آسمانم به او داده نشده، یه مدت میره ثمر نداره، شلوز آس میشه. البته بگم به این معنا نیست که فقط خدا چند نفر رو برگزیده کرده بقیه ول معطلن. پولس دو تا گفتار خیلی مهم داره عزیزان که میتونه چقدر برای امروز ما مفید باشه. میگه نعمت ها انواعن ولی روح همان، خدمت ها انواعن اما خدا همان. تو اول قرنتیان باب 12 آیه 4 و 8 میگه عمل ها انواعن، از هر طرف ما، از هر کدوم ما یه عملی ساته میشه، اما روح خدا سر تک تک ما عمل میکنه. عزیزان ما با هم دیگه متفاوتیم ولی هر کدوم وظایف جداگانه داریم. به خاطر همین خدا ما رو برگزید. تو یوحنا باب 15 میگه شما اون رو برنگزیدید، اون ما رو برگزید، همونطور که عصای موسی هارون رو برگزید، همونطور که عیسی مسیح خداوند رو برگزید و از تو مردگان بلند کرده شد. متوجه هستین؟ تفاوت‌های خدمتی ما عزیزان دیده میشه. شاید هی مقایسه بکنیم ولی یک روح پشتشه. وظایف متفاوت همه ما داریم به خاطر آفرینش متفاوتمون. هیچ کس نباید سعی کنه مثل دیگری باشه. همون مسی هم که داره ازش گرفته میشه. شاول مس هزاره داشت، داوود مس ده هزاره. به خاطر اون مقایسه و طمع و چشم و همچشمی همون مس هم ازش گرفته شد. قره لیاقتش این بود تو خیمه خدا کلاتو بنداز هوا، همون هم ازش گرفته شد. برای همین عزیزان تو کلیسای ما به خصوص الان مدت هاست پاستورین ویزیونو داره که هر کس جای خودشو داشته باشه، هر کس جای خودشو، قابل توجه دوباره، تمرکز. عصای هارون، عصای خشک هارون چه کاری کرد؟ چهار تا کار انجام داد: جوانه، شکوفه، گل، بادام. چی رو داره اشاره میکنه؟ مراحل ثمردهی رو. تو زندگی شما ها الان اینجا نشستین، برخی از افرادی که الان اینجا هستن نشانی جوانه زدن، مثل شیرین جان الان با این شهادتش اینگار جوانه داره میزنه، نیست؟ بعضی ها دو سال از ایمانشون باشه شکوفه میارن، بعضی ها گل میدن، بعضی ها بادوم میدن، ولی در نهایت به عنوان ثمردهیه. ثمردهی باید دیده بشه، نیست؟ هر کاری که خدا شما رو دعوت کرد، حتی اگه یه لیوان آبه جلوی منبر میخواییم بذاریم، عزیزان مطمئن باشی میوه پسندیده خودشو خواهد داد. کوچیک و بزرگ نیست. شاید الان نتونی ارزش اونو تعریف کنی، اما میتونی بری شب سرتو بذاری راحت بخوابی، مطمئن باشی که عیسایی که گرفت تو دنیای مردگان رفت، خدا او رو از مردگان بلند کرد. مطمئن باشی اون خدمت یه لیوان آب تو ثمر میده، ثمرات نیکو میده. فقط سعی نکن ارزش کار خودتو با نتایج ظاهری بسنجی، بکوبی تو سر خودت، چون ظاهر نتایج ظاهری مهم نیست، علت و منشأ اون مهمه. میدونی خیلی ها هستن الان بارها شهادت دادن من نمیتونم مثل اون خواهر، من نمیتونم مثل اون خواهر. بعدی که همجور استوب کنی 20 سال هنوه اینو باید برات دعا کنن، این درده. یه ایماندار فلجه،
عقب مونده است که باید الان بعد 20 سال 3 تا حاصله داشته باشه، 10 نفر رو نگهداری کنه، هنوز آویزون اینوست. اینو نمیگم، کسایی هستن که مراحل رشدتون رو دارین میرین، شاید هم 20 سال ایمان آوردین هنوز خدا خطابتون نیم قنطاره یه قنطاره. مقایسه نکن. اگه خدا تو رو دعوت کرده، دهان تو رو مثل ارمیا لمس کرده، مطمئن باش بعد از مرگ او چه صدماتی دید. هنوز 2500 سال ما داریم ثمرات ارمیا رو برمیداریم. غزال تابیتا یادتونه یه نخ و سوزن داشت، نیم قنطار داشت. چه سازمان های خیریه‌ای به خاطر همون سوزن نخ او. بریم بخونید تو باب 8 اعمال رسولان. آندریاس اصلا انجیل نوشت، سر زبونا بود، چیکار کرد؟ شمعون پتروس رو آورد. یوناتا پشت داوود بود، خاندگیش این بود. متوجهی؟ حمایت کنه خاندگیتون رو، حمایت از چهار تا نویمان کنین، خاندگیتون رو متوجه بشین. آندریاس هیچ کاری نکرد، اون پسر بچه رو آورد. اقلا یک کار، یک قنطار تو پشنست همون رو بردار. کسانی که خدمت هارون میخواستن بکنن به خاطر طمع، به خاطر رقابت، همون اقتداری هم که داشتن از دست دادن. عصای هارون رو از او گرفتی، رفت خونه، گرفت خوابید، ولی به طور خارق‌العاده‌ای صبح پاشد دید ثمر رو برده. عزیزان، کسی که خدا برای جای او رو دعوت کرده نیست فقط این نیست که تو دوست داری این خدمت رو انجام بدی، دعوت خداست. اون چی که خدا بخواد انجام میده. ولی اگه نباشه، من خودم تجربه کردم، جایی قرار گرفتم که جامی فقط به تجربه های خودم، استعدادهای خودم خورد شدم، داغون شدم. خیلی هم بودن تو کلیسا، کم کم از صحنه کلیسا گم شدن رفتن. اصلا این شخص مثل شخص یتیم خدمت میکنه، یعنی خودش عامله، تلاش میکنه، اعتمادش اصلا رو خدا نیست، خودش باید خدمت شد، نگیرن ازش. وای، اگرم بگیرن میمیره، دیگه نمیمونه. اما پسر از خود هیچ نتواند کرد، چون پسر پدر رو داره، تمامی اعتمادش به پدره. مسئول خدمت من پدره نیست؟ مسئول خدمات من پدره. اگه میخواد من انجام میدم، نمیخواد انجام نمیدم، چرا رو ترش کنم؟ و مهمترین قسمت این پیام هستم که برای سلامتی روحانی ما ارزش خیلی شایان توجهی داره. هارون عصای خودش از کجا گرفت؟ میتونه یکی بگه؟ از موسی. از موسی از کجا گرفت؟ از پدر زنش. از خدا گرفت. خدا گرفت. کجا از خدا گرفت؟ بعدم بازم بریم بخونیم. جلوی بوته آتش. جلوی بوته آتش. خدا گفت این چیه تو دستتون؟ موسی گفت عصا. گفت اونو بنداز زمین، یعنی رهاش کن، همون یه قنطاری که اینجوری آویزونش شدی ولش کن. عصایی که موسی داشت تمام زندگی اون، شب درآمدش، باعث آسودگی امنیت خانوادهش، حالا خدا میگه به زمین بنداز. وقتی به زمین انداخت یه مار شد و موسی از نزد اون فرار کرد. کلام خدا میگه این عصای بی آزار عزیزان که سالها باعث امنیت موسی بود، با گلش چوبونی میکرد، بچه‌هاش با اون بازی میکردن، شبها میخوابی کنارش میذاشت که اگه یکی حمله کرد حالش جا بیاره. حالا تبدیل به چی شده بود؟ یه مار خطرناک. خدا از این چند کلمه چه پیامی داره عزیزان؟ در حالی که مار داشت بر زمین پیچ و خم میخورد، موسی باید از اون فرار میکرد، خدا گفت دست خودتو دراز کن، دوم بشه بگیر. همه میدونن دوم مار رو بگیری یعنی چی؟ موسی در بیابون بود، با انواع اقسام مارا سر کله میزد. اگه دوم به مارو میگرفت سرش آزاد بود، تموم بود کارش. خدا چه چیزی میخواست به موسی یاد بده؟ میگفت موسی عصای به ظاهر مفید و کاملا بی خطر میتونه تبدیل به یه مار خطرناک، پایگاه شیطان توی زندگی تو بشه. تو دنبه بی خطر اونو بگیر، کاری با سرش نداشته باش، سر اون پوبیده شده. من مسئول سر خطرناک او هستم. به محض اینکه اطاعت کرد، عصا در دست موسی تبدیل به عصا شد. مار تبدیل به عصا شد.
آیا این عصا همون عصای قبلی بود؟ چه چیزی تغییر کرده بود؟ حیات. چی؟ کیفیتش. این عصا دیگه عصای موسی نبود، عصای خدا بود. عصا این عصا دیگه عصای معمولی نبود، عصایی بود که آیات و معجزات عجیبه ازش ساطع میشد. حالا این عصا رو تو دستت بگی، موسی خدا بهش میگه تو خروج باب 4 با اون آیات برو ظاهر کن جلوی فرعون زمانه، فرعونهای زمانه. تمام حرفایی که زدم از در راستای تعمق ما، حتی که نه بیشتر از همه تو زندگی های شخصی خودمون، خود من شخصا بارها تجربه کردم. اگه میخوایم خدایی که نیست، خدایی که ما رو برگزیده از حیاتی سرشار پر ثمر توی زندگی خودمون، اون قوت قیام خدا رو مثل یک شنبه در زندگی همون تجربه کنیم، باید چیکار کنیم؟ عصاهای خودمون رو مشتاقانه در اطاعت کامل به حضور خدا بندازیم. هر چیزی که در دست توست اگه تحت کنترل من و تو باشه، پایگاهی برای تردد دشمنه. هر چیز زنه، شوهره، دختر و پسر نازپروردت، مالت، خدمتت، از تو الان میپرسم چی تو دست توست؟ شغل توست؟ بهش میبالی؟ دست و پا میزنی یه چیزی برای آینده؟ میخوای شغل خدا باشه؟ بده به خدا. خدمتته؟ داری یه دست و پا میزنی نگیرن ازت؟ اگه خداست بده به خدا. تحصیلات تو، آرزوهای تو، پول تو، کلیسای تو، هر اندازه، تمام اینا که مشروع با ارزش عالیه، ولی در دستان تو بدون لمس دست مبارک خدا عزیزان نیش خواهی خورد. چه قدا بودن که نزدیکترین کسمون نیش خوردی نیست؟ بده به خدا. رویاهای خودتو، آینده خودتو اینقدر دست و پا نزن. آرزوهای منه، رویاهای منه، من رویا داشتم، بده به خدا. اگه رویا خودت به تو برمیگردونه، عالی تر، رستاخیزی یافته، پر جلال، تمام پولی که دنبالش به عنوان مال تو خطرناکه، اما به عنوان مال خدا ثمر بخشه. آمین. اون چیه که تو دست توست؟ چیه که الان غمگینی؟ نکنه از دستش بدی. امروز خدا میخواد قوت قیامه خودش تو اون چیزی که در دستت چسبیدی بده به خدا، تا قوت قیام و رستاخیز خودشو در زندگی تو نشون بده. اگه خانوادته، اگه برای شوهرت، زنت داری دست و پا میزنی، خدمتت، رها کن، اینقدر بدبختش نباش. میدونی اینقدر حس مالکیت نداشته باش. وقتی میدی به خدا، اگه مورد حمله دشمنم قرار بگیره، خدا وظیفش که برای تو بجنگه. آمین. نیست؟ خودت سینه چاک نمیدی، اشک غم نمیریزی، خدا در جلال به تو برمیگردونه. بعد اون وقت خدمتتون میشه خدمت خدا، تعلیمتون میشه تعلیم خدا، کار و زندگی تو پر از ثمردهی و جوونه میشه. حتی اگه عمرت به آخر برسه نتایجشو نبینی، نیست به دلیلی نتونی بیرون، خدمت درآمد، بچه های تو در نبود تو هم شکوفه گل میشه، داشته های تو عزیزان دوباره میگم بدون تسلیم به خدا معلومی چه وقت میجنه، حالتو جا میاره، نیشت میزنه. خودمون بارها شاهدش بودیم. وقتی یکی میگه میترسم، انقدر معنی میشه میترسم الان دخترم دوباره این نشه، الان دوباره این آرزو از دستم نره، این نشانه چیه عزیزان؟ حس مالکیت. از دست ندم، این مال منه. تو مالک نیستی عزیز جان، رها کن. تو ناظری فقط، مالک هیچ چیزی نیستی. تو اگه بدی به خود دیگه فرعون ها نخواهی ترسید. دریاهای سرخ جلوی تو انقدر قد علم نمی کنه. همیشه دلخور نیستی. حق تو خوردن، حقم نبود. ما هیچ حقی در برابر خدا و هیچ کس نداریم. زندگیت بده به خدا تا از این امالیک ها انقدر شکست نخوری. زندگی تو بده به خدا که اینقدر مرگ و صلیب ها تو رو داغون نکنه و تو رو متواری و هراسان نکنه. چیه در دست تو؟ چیه در دست تو؟ امروز تو رو با دو سوال میخوام به چالش بکشم و تموم کنم. با
این دو سوال سرنوشت ساز میخوام خاتمه بدم. سوالی که باید زندگی تو رو متحول کنه، باید تو رو به چالش بکشه و نتیجه اون رهایی آزادیه. چه چیز داری اول که نیافته باشی؟ اگه رویا داری، اگه زن داری، اگه میدونی چقدر بودن شاهد مردایی بودن که عشق رفتن، زنم داره میره، شوهرم من دوست نداره، بچه ها پاشونو بلند کردن، کارم رو از دست دادم، چه چیز الان داری که نیافتی؟ حتی این نفسی که داری میکشی از خداست. چرا بچه‌م اینجوری شد؟ مگه مال تو بوده؟ مال خداست. چه چیز داری که نیافتی؟ پس اگه یافتی چرا انقدر محکم بهش چسبیدی که اگه یه اشاره بهش بشه انگار ارث پدر جدت بوده تا آخر اون زانو غم به بغل میگیری؟ و دومین سوال اینه، اول چه چیز داری که نیافتی؟ دومین سوال اینه، در حال حاضر در دست تو عصای کیست؟ عصای خودت یا خدا؟ رویاهای خودت یا خدا؟ بچه توه که مریضه داره پدرتو در میاره؟ شوهرت، زنه؟ یا مال خداست؟